کریستیانو رونالدو یکی از مشهورترین بازیکنها تو دنیای فوتباله، اما اون کسی نبود که اولین بار اسم رونالدو رو مشهور کرد. این افتخار برای رونالدو لوئیز نازاریو دلیماست. این روزا بهش میگن رونالدوی اصلی. تو دورانی که بازی میکرد لقب او فنامینو رو بهش دادن که یعنی پدیده. این مهاجم با استعداد تقریبا 10 سال پیش بازنشست شد و خیلی از طرفدارای این روزای فوتبال دوران اوجش رو ندیدن، ولی تو این ویدیو میتونن بیشتر با این بازیکن آشنا بشن. اکثر بازیکنها اوایل فوتبالشون رو روی نیمکت میگذرونن، اما رونالدو نه. اون قبل از 20 سالگی تو سطح اول فوتبال بازی میکرد. احتمالاً رونالدو و پله بهترین فوتبالیستای جوان تاریخ فوتبالن. مریخی تو سن 18 سالگی به اروپا رفت. اولین باشگاهش پی اس وی هلند بود. تو 2 سالی که اونجا بود تقریباً همه دفاع‌ها رو رنده کرده بود. اون تو 57 بازی 54 گل به ثمر رسوند. عملکرد بی‌نظیرش باعث شد به بارسلونا بره. اون فقط یک فصل رو تو نیوکمپ گذروند که هنوز هم طرفدارای بارسلونا اون فصل رو فراموش نمی کنن. بارسلونا کوپا دل ری و کاپ وینرز کاپ رو برنده شد و رونالدو تو 49 بازی 47 گل به ثمر رسوند که تو این برهه هنوز 21 سالش هم نشده بود. این رکوردهای فوق‌العاده باعث شدن توپ طلا رو ببره و هنوز هم جوان‌ترین بازیکنی هست که این جایزه مشهور رو برنده شد. قدم بعد رفتن به اینتر میلان بود. تو اولین فصلش باور نکردنی بود و باعث شد اینتر کاپ یوفا رو برنده بشه. تو پایان همون فصل برزیل رو به فینال جام جهانی رسوند. رونالدو بخشی از تیم برزیلی که جام جهانی 1994 رو برنده شد بود. پدیده تو اون تورنمنت اصلا بازی نکرد، ولی بهترین بازیکن 4 سال بعد برزیل بود. بعدش هم که درگیر یه فاجعه بزرگ شد. تو بعد از ظهر مسابقه فینال با فرانسه رونالدو درگیر تشنج شد. دکترها اونو به بازی رسوندن، ولی اصلاً اون رونالدوی همیشگی نبود و برزیل 3-0 بازی رو باخت. بدشانسی های رونالدو ادامه پیدا کردن. تو 3 سال بعد از اون به خاطر مصدومیت های پیاپی زانو به ندرت تو بازی های رسمی حاضر شد. خیلی ها می گفتن دوران حرفه‌ایش تموم شد، اما رونالدو تسلیم نشد. اون برای جام جهانی 2002 برگشت و میشه گفت معجزه کرد. مریخی بهترین گلزن اون تورنمنت شد و برزیل هم یک بار دیگه قهرمان جام جهانی شد. رونالدو 4 سال آینده رو تو رئال مادرید سپری کرد و تو 177 مسابقه 104 گل به ثمر رسوند که رکورد فوق‌العاده‌ایه. ولی تیم پرستاره رئال مادرید اون دوران فقط یک بار قهرمان لالیگا شد. نازاریو یه برهه کوتاه تو آس میلان هم بازی کرد و بعد تو سن 33 سالگی به کشور خودش برگشت. تو دوران جوونیش رونالدو بی‌نظیر بود. اون سرعت، قدرت و تکنیک رو با هم ترکیب کرده بود. گلی که تو بارسلونا مقابل کمپاستلا به ثمر رسوند کاملاً گویای همه چیزه. رونالدو توپ رو از وسط زمین برداشت و با سرعت و قدرت دریبل‌زنی بالاش نصف تیم حریف رو پشت سر گذاشت و توپ رو وارد دروازه کرد. حتی مربیش بابی رابسون هم نمیتونست چیزی که دید رو باور کنه. رابسون از روی نیمکت بلند شد و دستاش رو روی سرش گذاشت. مریخی پست مهاجم نوک رو دوباره تعریف کرد. قبل از دهه 1990 اکثر مهاجم‌ها فقط دوروبر نقطه پنالتی منتظر بودن توپ بهشون برسه. اما رونالدو تو کل زمین حرکت میکرد و دریبل میزد و همزمان تمام کننده قهاری هم بود. ولی خب مصدومیتش چابوکیش رو ازش گرفته بود و دیگه رونالدو اون سرعت و قدرت انفجاریش رو نداشت. بعد از سال 2002 اون میبایست سبک بازیش رو تغییر میداد. رونالدو هنوز هم یه گلزن فوق‌العاده تو رئال بود. اون میتونست توپ رو نگه داره و برای تیمش بازی سازی کنه. لمس توپش محشر بود و از اصلی ترین مهره های مادریدی ها بود. اما خب هیچ وقت اون بازیکن سابق نشد. در واقع دو رونالدو وجود داشت. رونالدوی قبل مصدومیت و رونالدوی بعد مصدومیت. دومین ورژنش کم نظیر بود، ولی اولین ورژنش یکی از بهترین مهاجم‌های کل تاریخ بود. کاکا، لوئیس فیگو و زین الدین زیدان رونالدو رو بهترین بازیکنی میدونن که تو عمرشون باهاشون بازی کردن. فابیو کابلو هم میگه بهترین بازیکنی بود که مربیش بود.
الیساندرو نستا هم میگه بازی مقابل رونالدو بدترین تجربه فوتبالیش بود. اما رونالدو بین بهترین بازیکن‌های تاریخ چه جایگاهی داره؟ اصلاً سوال آسونی نیست، چون مصدومیت باعث شد 3 سال بازی نکنه و مجبور بشه سبک بازیش رو تغییر بده که متاسفانه تو جایگاهی که براش انتخاب میکنن تأثیر میذاره. شاید اگه مصدوم نمیشد 10 سال دیگه هم مثل اواخر دهه 90 بازی میکرد، ولی نمیشه با احتمالات جایگاهش رو قضاوت کرد. فقط باید طبق اتفاقاتی که افتادن پیش بریم. درسته که رونالدو یکی از بااستعدادترین بازیکن‌های تاریخ بود، ولی نمیشه جز 5 نفر اول قرارش داد. پله، دیگو مارادونا، آلفردو دی استفانو، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 5 نفر اولن. اما برعکس این 5 نفر، رونالدو فقط تو پست مهاجم بازی کرد و تو این پست اگه حساب کنیم قطعا یکی از بهترین هاست. تو 518 بازی که برای باشگاه‌های مختلف انجام داد، رونالدو 352 گل به ثمر رسوند که میشه 68 صدم تو هر بازی، یا به عبارت دیگه هر 15 مسابقه 10 گل به ثمر رسوند. تو تیم ملی برزیل هم همینطور بود، اون تو 98 مسابقه 62 گل به ثمر رسوند که فقط پله بیشتر از اون تو برزیل گل زد. مهاجم آلمانی گرد مولر از رونالدو بیشتر گل زد، ولی مولر اصلاً مهارت‌ها و دریبل‌های رونالدو رو نداشت. میشه گفت مولر و یوسیبیو و مارکو ون باستن جز بهترین شماره 9 تاریخن. اما نمیشه به همین راحتی از کنار رونالدو گذشت. حیف که مصدومیت مانع کارش شد. کافو یه بار گفت اگه به خاطر زانوش نبود 5 توپ طلا برنده میشد. نظر شما چیه؟ به نظرتون میتونست رکورد رونالدو و مسی رو بشکنه؟ خودم که نظرم مثبته.